با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و این برنامه راجع به پرواز ایرانر 655 که در 3 جولای 1988 اگه اشتباه نکنم در راه بندرعباس به دبی توسط موشک هایی که از ناو وینسنت شلیک شده بود ساقط شد و تمام 290 خلبان و سرنشین و خدمه‌اش کشته شد. من همون موقع وقتی که در مجله ایویشن ویک و اسپیس تکنولوژی گزارش این سقوط رو نوشتن، گزارشه به نظرم خیلی ناقص اومد و به عنوان اعتراض به صفحه خوانندگان اعتراضیه نوشتم و به همین خاطر اشتراکم رو از مجله ایویشن ویک و اسپیس تکنولوژی همون موقع قطع کردم. به هر حال بعد از اون دیگه با دیدن مستندهای مختلف و خوندن گزارشات و غیره و ذالک برای خودم به نتایج رسیدم که به حال شاید بد نباشه برای دوستان بدونن و برای دوستانی که مرتب میپرسن آقا این به نظر شما پرواز چی شد و چی نشد و هواپیمای F-14 پشت هواپیما قایم شده بود و اینا، این دیگه اطلاعاتی است که من میخوام خدمتتون عرض بکنم. اون روز درگیری بوده در شمال خلیج فارس بین یک کشتی امریکایی به نام مانتگومری و کشتی های قایق‌های سریع سپاه پاسداران. مسیر این هواپیما از روی همین ناحیه بوده. خب کلن یک کشوری که برای آدماش ارزش قائله نباید هواپیما رو در شرایط جنگی قرار بده، حالا با اون که دعوا بین قایقا بوده، ولی بالاخره حتی اون روز یه هلیکوپتری هم که از وینسن بلند شده بوده پاسدارا به شلیک هوایی میکنن، بنابراین خیلی هم این نبوده که فقط به جنگی بین قایقا بوده، بین قایق و هلیکوپتر هم بوده. این یه مسئله است که باید در نظر داشت. مسئله دوم اینه که تأخیری که این هواپیما داشته، چون یکی از مسافراش نمیدونم برق ایمیگریشنش درست نبوده یا هرچی، این هواپیما نیم ساعت تأخیر داشته. از اون طرف ساعت که کشتی وینسن نگه می داشته بر اساس اون ساعت بحرین بوده که نیم ساعت با ساعت ایران فرق میکنه، بنابراین مجموعاً یک ساعت اختلاف زمان قاعدتاً باید دیده می شده در همچین شرایطی. و وقتی که ناو وینسن هواپیماهای مسافری رو چک میکنه که ببینه که در اون حدود آیا هواپیمای مسافربری باید رو هوا باشه یا نه، جواب نبوده به خاطر اینکه هواپیما نیم ساعت تأخیر داشته. اینا هم نیم ساعت اشتباه محاسبه داشتن به خاطر اینکه به جای اینکه ساعت بندرعباس حساب کنن ساعت اونور داشتن حساب میکردن. در نتیجه نگاه میکنه میبینن هیچ پروازی در این ساعت نباید این رو باشه که بوده. حالا بماند که پرواز ایرانی همه تأخیر دارن، اصلا برای کسی که میخواد بررسی کنه باید خود این رو هم در نظر داشته باشه که تو ایران پروازه ایچ وقت سر وقت بلند نمیشه که بخواد این دومیش باشه. پس این هم یه فاکتوری بوده که در این مسئله تأثیر داشته. مسئله خیلی مهم تو این موضوع اینه که کلن هواپیماهای کامرشال، بازرگانی و هواپیمای شخصی از یک سری موج استفاده میکنن، هواپیمای نظامی کلن از یه موج دیگه استفاده میکنن. یکی از دلایلی که کاپیتان وینسن و کشتی وینسن آوردن این بود که آقا ما 10 بار به این هواپیما اخطار دادیم و این گوش نکرد. هواپیمای شخصی اصلا نمیشنوه چیزای نظامی رو. بنابراین اگر حریفشون یه هواپیمای نظامی بود، بله، بله شنیده بود، چرا جواب نداده، چرا چیزی نگفته. ولی با یه هواپیمای شخصی که اصلا همچین موجایی در اختیار نداره، شما مثلا شماره تلفن یه جایی گرفتید، عوضی یه جای دیگری گرفتید، به اون یه جای دیگه پیغام دادید، بعد میگه آقا چرا این یارو نگرفته؟ آقا شما شماره تلفن عوضی گرفتید، شماره درست نگرفتید، پیغامتون رو جای درست نذاشتید. این خیلی مسئله کلیدیه که این همه ناو درست میکنن، 1 میلیارد دلار قیمتش رو هر چی فکر میکنی داره، ولی یه خط که بابتونو با یه هواپیمای بازرگانی صحبت بکنه نداره که رو اونم یه چکی بکنه ببین آقا جون مثلا اگه شما هواپیمای شخصی هستی خودتو به من آیدنتیفای کن یا بگو.
این یه مسئله خیلی کلیدیه در این داستان سقوط. یعنی اینا هی مسیج میفرستن و اینا یارو جواب نمیده، نتیجه گیری میکنن که هوا نظامی بوده، حتما F-14 بوده گرفته، جواب نده. یه مسئله دیگه در مورد اینکه F-14 ها زیر بالش پرواز میکردن، نه همچین چیزی نبوده، ولی از اونجایی که این هواپیما از بندر عباس بلند میشه و یه F-14 هم در همون حوالی میخواسته بلند شه، رادار این هواپیمای رادار این ناو وینسن اون سیگنال های F-14 رو میگیره و بعد که این هواپیما بلند میشه دنبالش نمیکنه ببینه این هواپیما چیه، همونطور به هوای همونی که رو زمین دیده بوده فکر میکرده همونه هنوز داره ادامه میده و اونم یه F-14 بوده، در صورتی که باید جداگانه یه اشکالی در سیستم رادارشون بود که باید دوباره اینو آپدیت میکرده که نشون بده این یکی هواپیما یه چیز دیگه است و این هنوز یارو تو فکر همون F-14 بوده که رو بندر عباس داشته میدیده. بنابراین بله F-14 بوده، ولی نه که F-14 با هواپیمای شخصی زیر بالش بیاد و روی بالش بیاد، از این حرفا نبوده. این اشتباه رادار وینسن بوده که از اول که F-14 رو گرفته روی بندر عباس دیگه همونو چیز کرده که این همون هواپیماست و اشتباه داشته ترکش میکرده، همش فکر میکرده F-14 است، رو رادارشون هم اسمشون نشدن F-14 داشته که هواپیما ایرانر بوده. یه مسئله دیگه اینه که اونجایی که اینا احساس میکنن هواپیما داره شیرجه میاد به طرفشون، اصلا همچین چیزی نبوده، اصلا شیرجه‌ای در کار نبوده و اطلاعات بعدی نشون داد که اینا بلک باکس داره این ناو هواپیما، نشون داد که در هیچ لحظه ای ایرانر شیرجه نزده بوده. بعد با یه روانشناس نظامی صحبت میکردن میگو آجون بعد یارو یه سناریو فکرش هست، بعد همه چیز در اطراف اون سناریو تو ذهنش ساخته میشه، فرود هواپیما رو میبینه، نمیدونم چیز، به خاطر که چیه تصمیم گرفته که این F-14 است باید بزنیمش، دیگه همه چیز میاد در اطرافمون و ذهنش خراب میشه، فکر میکنه که مثلا هواپیما حتی داره نزول میکنه، پس حتما اومده که شیرجه بزنه، مثلا هواپیما اینا کشتی اینا رو بزنه یا موشکی بزنه از این حرفا. کاپیتان راجرز رئیس یعنی کاپیتان همین کشتی وینسنت وقتی که وارد بندر سندیگو شدن در مراجعت، خب معمولا خانواده های این کشتی ها هر کدوم 3-4 ماه رو آبن، وقتی برمیگردن خانواده ها میان استقبال میکنن از این گروه، برای اینکه حالا یه هواپیما هم زده بودن یه ذره بیشتر استقبال کردن که شاید دلشون نشکنه، چون خود این آدما واقعا با اشتباه این کارو کردن، یعنی من اصلا فکر نمیکنم که 1% مسئله عمدی بوده، کاملا اشتباه بوده، ولی اشتباه احمقانه، اشتباه پشت اشتباه که باعث این چیز میشه. یک پنل نظامی درست میکنن، بررسی میکنن که آقا داستان چی بوده، اینش خوبه امریکایی‌ها حتی خودشون هم چیز میکنن، یک حداقل بررسی میکنن این کاریه که ما ایران اصلا نکردیم، آقا ما اوکراین رو زدیم و اصلا به رو خودمون رو نیاوردیم، مدارکش هم جارو کردیم رفت که مبادا اثر این بمب روی بالای هواپیما دیده بشه، که من تو اخبارم روز اول دیدم، مثلا تعجب کردم که اینا دارن نشون میدن هنوز دارن میگن موتور خراب شده بوده، موتور آتیش گرفته بوده، در صورتی که روی بال هواپیما جای ترکش های اون موشک رو میتونستید ببینید هم روز اول تو اخبار. به هر حال اینا حداقل این احترامو میذارن که یک کمیسیون بررسی چیز میکنن، ولی در کمیسیون بررسی یک سری چیزا رو خط سیاروش میکشن نشون نمیدن به ملت. یه بابایی بعدا میره اینو تحقیق میکنه، تو امریکا یه خوبیش اینه که بازی گروهایی هستن یا آدمایی هستن علاقمندن یه سری چیزا رو دنبال کنن، دنبال میکنه ببینیم اون خطایی که کشیده بودن مال چی بوده، به یک مسئله خیلی 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 مهم برمیخوره که وقتی اونو بذاری تو معادله دیگه اصلا کار اینا همش غلط شد. داستان از این قراره که این کشتی مانتگومری بوده که با سپاه پاسداران درگیر بوده، این کشتی وینسن در جنوب خلیج فارس نزدیک بحرین و عمره داشته فعالیت میکرده، وقتی میشنوه مانتگومری درگیر شده از آدمیرال مکنا که فرمانده اون منطقه بوده برای کشتی های منطقه اجازه میخواد که بره ما بریم درگیر بشیم مثلا،
و این یارو به قول خود حتی فرمانده مکینا عشق درگیری داشته، میخواست یه کاری بکنه، چون کشتیش هم خیلی مدرن بوده، میخواست آقای کاپیتان ویلیامز یه کاری بکنه. آقای مکینا بهش اجازه میده که فقط هلیکوپترشو بفرسته برای کمک، یا حالا ببینه که چه خبره این حرفا. این آقا هلیکوپتر که میفرسته که هیچی، که همون هلیکوپتر با کشتی‌های سپاه پاسداران یه جوری درگیر میشه، ولی خود کشتی رو هم میفرسته. و این چیزی نبوده که کاپیتان یا فرمانده مکینا اجازه داده بوده، حتی باش مصاحبه هم که کردم برنامه گفت من اجازه همچی کاری نداده بودم، من فقط گفته بودم هلیکوپتر رو بفرست. و این یارو انقدر عشق درگیری داشته که کشتی رو میفرسته به اون طرف. بنابراین اگر دستور فرمانده رو گوش کرده بود، هیچ وقت اون بر پیداش نمیشد و هیچ وقت با اون ایرانی درگیری پیدا نمیکرد. از همه مهمتر چیزی که دو گزارش منتشر نکردن، ولی جز اون چیزایی بود که روش خط کشیده بودن که از خان عمومی متوجه نشه، یه مسئله خیلی مهمه و اونی که کشتی وینسنت در زمان شلیک موشک‌ها 4 کیلومتر داخل آب ایران بوده. یعنی همین این یکی به تنهایی محکومش میکنه که آقا تو داخل ایران، حالا اصلا بگو F-14 بوده، داخل خاک ایران هستی، F-14 باید بیاد دفاع کنه، اصلا اونجا چی کار میکردی؟ یعنی خود این محکوم کننده است. این سقوط باعث شد که خمینی بالاخره جام زهر رو بنوشه و جنگ ایران و عراق رو پایان بده. یعنی اگر یه چیز خوب تو این داستان پیدا شد، این بود که خمینیه میدید که نمیتونه جنگ رو ببره، هر کاری میکرد اونا زده حمله شو میزدن و عکس ماهواره میدادن به عراق، نمیدونم همین کارا رو میکردن که ایران برنده نشه. یعنی از خدا میخواستن که دو طرف به اندازه هم قدرت داشته باشن و به اندازه هم ضعیف بشن، چون برایشون هم عراق کشور خاطی بود، هم ایران، هر دو هم برله اسرائیل بودن، هیچ بعدشون نمیاد که این دوتا تا میتونن ضعیف بشن ولی یکی نیاد اون یکی رو بگیره خیلی قوی بشه، نه عراق بیاد ایران رو بگیره نه برعکسش. برای همین وقتی عراق تو ایران بود، امریکا غیر مستقیم به ایران کمک میکرد، اون ماجرای کنتراها از طریق اسرائیل به ایران اسلحه میداد یا میفروخت، نه اینکه حالا بده. و وقتی که حالا ایران میخواست بره عراق بگیره، از اون وقت به اونا عکسای ماهواره ای میدادن و تمام دنیا با عراق همکاری میکرد که ایران نتونه بزنتش، از فرانسه و جت‌های فرانسوی بگیرید تا روسیه و موشک هواپیماهای روسی و حتی روسیه که میگم اون شوروی بود، تا دیگه خود امریکا و همه، یعنی ایران واقعا داشت با تمام دنیا میجنگید در اون روزها. به هر حال این از نظر من اگه بخوام به ترتیب بگم دلایل این که امریکا بر این محکومه، اولیش همونه که 4 کیلومتر داخل آبهای ایران بود، 1. 2 تمام اخطارهایی که داده روی باند ارتشی نظامی داده و نمیدونم اینا چرا اصلا به فکرشون هم نرسیده که آقا جون این اگه هواپیمای شخصی باشه چی؟ هواپیمای شخصی که باند نظامی نداره، اصلا نمیشنوه اونا دارن چی میگن، پس این داستان چی میشه. و اینی که کلن آقای وینسن، آقای کاپیتان راجرز آدم خیلی مهاجمی بوده، حتی فرماندهش داره اینو میگه تو مصاحبه که آقا اصلا چیز مهاجمی داشت، من بهش اجازه ندادم بره اونجا و خودش با نشد رفته، اینم باز دوره چیز محکوم کننده است. از همه بدتر اینه که دولت ریگان، دولت جمهوری خواه ریگان به اینا مدال داد. میدونی حداقل اگه صداشو در نمی آوردن نه مدال میدادن نه محاکمهشو میکردن، آدم میگفت خب مثلا درست انجام شده. ولی اینه که یارو رو برداری بهش مدال بدی تو این شرایط که خرابکاری کرده، افتضاح کرده. بعضی ویدیوهای چیزی هست، مستند هست، از بعد از اینکه اینا میفهمن هواپیمای نظامی رو زدن، قیافه شرمساری رو در تمام صورت این کارکنان کشتی میبینید. یعنی میدونید که اصلا اینا هدفشون نبود یه هواپیمای مسابقه رو بزنن، عشق F-14 بود و اولام که میزنن خوشحال و میپرن بالا میپرن پایین، زدیمش اینا، بعد که جسدا میفته تو آب و فلان اینا، یه دفعه قیافه ها اصلا همه عوض میشه و حالت مثل در حد گریه و در این حال، حالت که خب آدم وقتی 300 نفر آدم رو بکشه باید هم احساس بد بکنه. ولی به هر حال عکس العمل دولت امریکا عکس العمل خوبی نبود، برای اینکه درسته که مثلا یه چیز محاکمه گذاشت ببینه
کاپیتان چیکار میکرده، بقیه چیکار میکردن. و اون نفری هم که گفته بوده که من هواپیما داره فرود میاد، اون به کاپیتان داده بوده گزارشو. کاپیتان از کلیه اطلاعاتی که گرفته بود تصمیم گرفته بود که آره حمله قطعیه و من باید از موشک از این کشتیم دفاع کنم، چون قبلش نمیدونم در ظرف یکی دو سال قبلش عراقی ها دوتا موشک اگزوسه زدن به هوایی که فکر کنم به ایران بزنن، خورد به یه موشک امریکا، به یه کشتی امریکایی و فکر کنم 37 نفر اینطورا کشته شدن. با اون که اون موقع عراق متحد امریکا بود و اینا، ولی اون کاپیتانه رو مؤاخذهش کردن و بیکارش کردن که آقا تو باید از کشتی دفاع میکردی، حالا کشتی هواپیمای عراقی باشه ایرانی باشه وقتی طرف تو اومده باید دفاع میکردی. بنابراین اینم با اون ذهنیت قبلی میخواسته به اون کار به اونجا نکشه که بعدم باید جواب بده که چرا نزده و میزنه. ولی میگم دلایل محکومیتش همین هست، اینی که F-14 بالای این بوده یا زیر این بوده رو من قبول نمیکنم، ولی اینی که تو رادارش تو بندرعباس که گرفته چیز منطقیه که دو تا هواپیما با هم بودن، این چیز نظامی مال اون F-14 رو گرفته بعد دیگه برش نکرده، این راداره همینطور اونو داشته ترک میکرده به عنوان هواپیمایی که داره الان پرواز میکنه. و ایراد ایران هم این وسط اینه که آدم وسط چیز نظامی عملیات نظامی هواپیما رو هوا نمیفرسه، حتی در اون مورد اون شبی که اوکراین سقوط کرد هواپیمای اوکراینی، آقا وقتی موشک زدی به پایگاه عین الاسد امریکا در عراق و انتظار داری که امریکا به ایران حمله کنه، چرا هواپیما مسافربری رو اجازه میدی پرواز کنه؟ مگر اینکه قصدت این باشه که یه اتفاقاتی بیفته و آبروریزی بشه و اون هواپیمای کارایی بکنه و فلان. اینه که خلاصه در مورد هواپیمای اوکراینی ایران به علاوه اینکه عمدن زده با موشک اون هواپیما رو، حتی اگه میخواست سهلی باشه آقا جون شبی که جنگه خودت میدونی که ممکن امریکایی حمله کنن، چرا اجازه میدی همه چیز مثل نرمال باشه و اصلا انگار نه انگار. اون روز هم وقتی قایق ها رو آب دارن یه کارایی میکنن نباید اجازه بدی که هواپیما بیاد از رو مسیر رد بشه. بنابراین 20% اتهام رو میتونید به طرف ایران سرچیز کنید، بگید آقا تقصیر ایران بوده، بقیهش تقصیر امریکا بوده با اون کارهایی که کرده و غیره. امیدوارم که دیگه این هم دیگه دوستان هم میپرسن جواب از سریع اون چیزی که فکر میکنم و گرفته باشید. خوب و خوش باشید.